انتهای ویدیو دونه دونه براتون اسم میارم که کی زر زده، کی گو اضاف خورده، کی خوشحالی کرده. همه اینا رو میگم من داخل ویدیو. کونه یه سریا نره، ولی زتا قویه. قبول کنید پوریا پوتک قویه. ولی یادته که چه صحبتای پشت تلفن کردیم، یادته با کیا تو کال سه نفره بودیم، یادته پشت سر کیا صحبت کردیم که الان باهاشون داداشی، چه دانسایی داشتی باهاشون، میگفتی اینا فلانن اینا بیسانن. من نمیخوام باز، اصلا نمیخوام رابطتو با کسی به هم بریزم. ببینین جنجالی ترین ویدیویی که تو یوتیوب فارسی آپلود شده. تو این ویدیو میخوایم جنجالی ترین ویدیو یوتیوب فارسی رو با هم ببینیم. افشاگریای وحشتناک فیمس هاجی از فرش و سایلنت تو پوتک. پس حتما داخل ویدیو رو ببینید، کلی شوکه زده میشید. جدا دارم میگم. خیلی خوب، سلام بچه ها، چطورین؟ من کپول خانم، اینجام کپول ورده. قبل اینکه بریم سراغ ویدیو، حتما ویدیو رو لایک کنید و کلی کامنت بذارید، سابسکرایب بچن یادتون نره، نوتیفیکیشن هم آن کنید، مطمئنم ویدیو خوشتون میاد. بزنیم سراغ ویدیو. خیلی خب بچه ها، چند روز پیش فرشا سایلنت و سوگن اومده بودن راجع به دوزی پوتک کلی واکنششون داده بودن. بریم بخشی از اون ویدیو رو با هم ببینیم و برگردیم ویدیوی وحشتناک عجیب فیمس هاجی رو هم ببینیم. نظر راجع به دوزی های پوتک بگو. نترس. دوزی ها های پوتک پوریا، من خیلی باش حرف زدم این مدت، یه سری خیلی هم به من تو کامنت ها تو دایرکت ها فلان، چرا راجع به این داستان صحبت نمی کنی، چرا فلان نمی کنی. ببین اولا که هر کسی مسئول کار خودش، دو اینکه ببین من هیچ مشکلی ندارم که الان برم ویدیوی مستر بیست رو بردارم، مستر بیست رو کات کنم، محتوایی که وجود داره، محتوای چون اون ویدیوهایی که مستر بیست ریاکت کرده خودش اگه جو برداشته، آره، اورجینال نیست و من همونو بهش ریاکت کنم، ولی خودم ریاکت کنم، نه اینکه بیام اون مزا اون شوخی که طرف میکنه اون ریاکت طرف که میکنه رو ترجمه کنی و همونو بگی. این کار به نظر من جالب نمیاد. یه شاید اصلا اتفاقا یه سری از آدما معتقدن اینه که دوست داره همون ریاکت رو ایرانیزه کنه فلان. باز میگم هر کسی ایده خودشو داره، ولی من با پوریا هیچ مشکلی ندارم، خیلی پسر خوبیه، خیلی با محبته، با ادب، هیچ بدی نداشت. اینم بازم ویدیو با هم خواهیم گرفت، اینطوری نیست که الان فکر کنید وای الان پوتک داره تموم میشه و پایان پوتک و اینم یه چند جا میخونم فلان پوتک چیز شده و اینا. تامنیل خود چی؟ تامنیل آه همین تامنیل خود همین تامنیل میکنه همین تامنیل همین تامنیل میکنه آره تامنیل میکنیم. پوتک هست شد. حالا راجع به اون داستانای دیگه من کاری ندارم، گناه پای خودشه که آقا پوتک قرار بوده این کمکو بکنه، قرار بوده اون کمکو بکنه، کرده یا نکرده، کرده یا نکرده، با من صحبت کرده، به من گفته کردم، قسم خورده. باز من کاری به راست و درست، من بدی از ایشون ندیدم. چند وقت پیش اتفاقا یکی بهش کمک کرده بود، استوریش کرده بود پوتکو فلان. ببین یه سری چیزا با هم جور در نمیاد، بعد یه سری آدم این وسط یهو میان از این داستان میخوان از آب گلالود ماهی بگیرن که سری پلیس بازی در میارن، تایتل میزنن، تایتل بزنن و نمیدونم فلان. اگرم چیزی هست برید با خود شخص صحبت کنید، آقا این اینطوری آیا دزدی های پوتک فلان. حالا 100 کی هم ویو گرفتی، 4 بعد چی؟ 4 روز دیگه چی؟ منتظر میمونه ببینیم کی دیگه هست میتونه بره اون بچه. آره من خیلی میدونید که همیشه حاشیه بعدم میومد، هیچ وقت وارد حاشیه نشدم، ولی چون پوتای از دست همکارای منه که ما با هم زیاد ویدیو میگیریم و خیلی هم از من شماها خودتون درخواست کرده بودین، من اینو جواب دادم. که بچه همونطور که میدونید فرشا سایلنت و سوگن اومدن راجبه این کار پوتک توضیح دادن و یه سری صحبت رو کردن. بریم تیکای وحشتناک فیمس هاجی به فرشا سایلنت و سوگن رو با هم ببینیم، بعدش برگردیم تیکای وحشتناک فیمس به آروینشو کلن توی این ویدیو به همه گرفته و بریم اونا رو هم با هم ببینیم. قبل اینکه بریم سراغ ویدیو، حتما لینک ویدیو تو دیسکریپشن هست، بهشون سر بزنید و چنل فیمس هاجی و بقیه رو سابسکرایب کنید. بزنیم سراغ ویدیو. داخل این ویدیو من فقط و فقط طرف حقو میگیرم و اینکه خوشمالی هیچ کسی رو من داخل این ویدیو نمیکنم. تاجی پوریا دوستت، آقا طرفشو باید گفتم، من واسه کسی نمیمالم و در صورتی یه آدمی دوست منه، در صورتی یه دوست منه که دوتا پارت ویدیوشو میگیره بعدش جواب واتساپ منو بده، به اون میگن دوست. خب نه اینکه ویدیوشو بگیره بعد با من بای بای بشه، اسمش دوست نیست. الان هیت نکنید، شما اول نگاه میکنید که شخص کیه، بعد نگاه میکنید که چی کار کرد. اگه یه همچین کاری رو یه بنده خدای دیگه انجام میداد شما جرش میدادید. خب بعد تازه من دیشب یه ویدیو دیدم از دوستان عزیز فرشاد که برگشته گفته که من ویدیو مستر بیست رو کپی میکنم فلان میکنم، از کسی که 25 تا پارت کلاس آنلاین میره انتظار بیشتری نمیره، ولی در هر صورت اون کاری هم که داداشم تو میخوای انجام بدی اونم اسمش دزدیه. اگه ویدیو یکی دیگه رو بخوای کامل برداری طبق توضیحاتی که دادی که خود کلت رو بذاری، نمیدونم ویدیوی خودت رو برداری بذاری جای یارو و ادیت اونو کامل کپی بکنی، اونم اسمش دزدیه. در مورد داستان
کانتنت اینم بگم قبل اینکه بخوام دانس رو شروع بکنم کاملا، تقصیر مخاطبه. خیلی از چیزایی که الان شما دارید میبینید ثمره شما ویور عزیزه. شاید الان خیلی‌ها بگن فیمس داداشم تو کوکت سوخته، اصلا مهم نیست واقعیت ماجرا. اگه می‌خواستم کپی ام بکنم کار یه دقیقه است، یه صندلی می‌خواد و یه میکروفون و یه دونه کامپیوتر. همین تشکیلاتو داشته باشم من روزی 2 تا ویدیو میدم. آره خلاصه همونطور که دیدید فیمس هاجی راجع به فرشاد سالنتو سوگن این حرفا رو زد، ولی فیمس هاجی بخش مهمی از ویدیوش مربوط دوزی پوتک و کلن راجع به پوتک یه سری صحبت ها کرد که کسی ازش خبری نداره. بریم بخش کامل این ویدیو رو با هم ببینیم. یه وایسی از من در رفته بود، گفتم آقا فلانی کانتنت داش پخمیه بلد نیست، بعد شما چیکار کردید؟ منو هیت کردید، به من فوش دادید. 200 تا لاشخور اومدن بالا که نه این داره فلانی باید عذرخواهی کنه، که الان میرسم به تک تک اون آدمو تو این ویدیو پارهشون میکنم. یه همچین چیزی من اومدم طرف توی مخاطبو کی گرفتم؟ یک سال و نیم پیش اون تایمی که وایس من لو رفته و برگشتم گفتم که آقا این فلانی ویدیوش بده، این بده، اون فلان، این بسانه، که من اون انتقادی که شما الان دارید میکنید و یه سال و نیم پیش تو وایسم خیلی محرز کردم بهشون. ولی تهش چی شد؟ خودتون رسیدید به اون حرف من. که من اون موقع چی گفتم و شما به کی فوش دادی. اوکی شاید بقیه ما اسمالی بکنم، مثل آرمینشو بیان خمالی بکنم بگن اسم این کار دزدی، البته بهش نگین. به من تو بایوم زدم، به من میگن پسر بد یوتیوب، من هر چی رو بخوام میگم. اوکی چون فوشاشو خوردم و مستقیم میرینم به کسایی که بخوان زره مفت بزنن. وقتی آرمینشو برمیگرده میاد داخل ویدیوش میگه که این کارو بهش بهتره که دزدی نگی. آخه خمال اگه من بودم مثلا توی داستان وایس من تو اصلا حضور نداشتی، چون اصلا عددی نبود. چیکار کردی؟ 500 نفر فکر کنم صفحه لایو مون ادیتور میشه بیاری. ببین تو این صفحه تو 600 نفر آدم آورد. اگه این دانس پوتکو من انجام داده بودم الان من پاره بودم، مینیمم باید 5 بار عذرخواهی میکردم. ولی پوریا پوتک چیکار کرد؟ اومد زیر ویدیو امیر ایزد کامنت گذاشت ایول ان شاءالله که کانتنت بهتر ما بعدی کسی، ولی من کارمو ادامه میدم، نمیدونم من همین مسیرم اینجوریه فلان ملتم و ایول ماشاءالله پوریا کپی کن همینجوری کانتنتای بقیه رو برداشت. چرا؟ چون طرف پوریا پوتکه، چون کامیونیتی خیلی حرف زدن در مورد این آدمو نداره، چون بکس زتاست، چون قویان. شاید کونه یه سریان نره ولی زتا قویه، قبول کنید پوریا پوتک قویه. شرفیو بعدبخ پارسالی هم چند با پیش زده بود، گفته بود که پوریا پوتک جواب واتساپ منو نمیده و این چنلش گرفته. و اون تایمی که پوریا با من خیلی رفیق بود با پارسالی پینام خیلی رفیق بود، بعد که چنلش گرفت جواب پارسالی هم دیگه نداد. من با پارسام اوکی نیستم، ولی چیزی که ما تو سوشیال مدیا دیدیم بار اولش نیست. اگه بگیم سر دانس من بوده بله، ولی نه مثلا اینکه با خیلی ها همچین حرکتی زده. خصوصی پوریا این حرکت خیلی زشته میدونی، ولی یادته که چه صحبتای پشت تلفن کردی، یادته با کیا تو کال 3 نفره بودیم، یادته پشت سر کیا صحبت کردیم که الان باهاشون داداشی، چه دانسایی داشتی باهاشون، میگفتی اینا فلانن اینا بیسانن. من نمیخوام باز اصلا نمیخوام رابطتو با کسی به هم بریزم. خودش هم 500 بار گفته من 200000 دلار کمک کردم، اینکه زیاد جالب نیست که این صحبتای بگی، ولی پوریا کمک کرده واقعا. هر چقدرم که دارید هیتش میکنید اون گوشه نگاهی هم بکنید که طرف حالا کمک کرده، آدم بدی نبوده. خلاصه دریوس مدای پول در میاد، الکی فاز نگی. خب اینو دارم به همه میگم، شما ویورم انقدر جور نزن داداشم، حق با کیه فلانه هی این ویدیو بدم بابا، همه دارن پولشونو در میاد، همه دارن لامبورگینیشو یکی دیگه سوار میشه، اشغالشو یکی دیگه میکنه، سفرشو یکی دیگه میره. میدونی چی میگم؟ شما امیر ایزد اومد یه سری حرف زد، اومد گفت آقا تو مدرک رو نکردی، این کارو نکردی، این ویدیوت فول کپیه، اون کپیه، این کپیه، اون کپیه فلانه، همه چی. اومد خیلی محترمانه، گوش میدی عزیزم، محترمانه اومد امیر ایزد نظرشو بیان کرد. پوریا بهش نشون داد یه بیلاخ، اومد تو کامنتا واسش نوشت که من کارمو ادامه میدم و ان شاءالله تو هم رشد کنی به ما برسی و یه حالتی که بچه برو دنبال بازی. حالا کیودی پای اومد گرفت رو پوتک، گرفت روش پوریا پوش، هر چی دیگه فکس و هر چی دیگه ان شاءالله هر چی عشقش کشید گفت، هر چی دوست داشت از سایت بتو متو فلانو هر چی دوست داشت اومد بیان کرد. یعنی بد گرفت روش، بد گرفت روش، خدا وکیلی. حالا درست و غلطش من کار ندارم، خودشو خدای خود. حالا ریاکت پوتک چی بوده؟ فکر کن به اون که محترمانه ریاکت مثلا اومد حرف زده بیلاخ نشون دیگه، اینو بعد فوش بکشه. اومده داخل ویدیو برگشته گفته من با کیا موردی ندارم، پسر خوبیه. در هر صورت اگه شما جواب واتساپشو میدادی پوریا جان شاید به اینجا کار نمیکشید. خدا میدونه کیان چرا یه همچین کاری کرد، ولی در هر صورت چون کیان ساواش بیشتر، چون فناش پاره کردن تو کامنت ها، من خوندم کامنت های کیانو که چه جوری لاین گنگو نمیدونم فلان و کیوری با پاره میکنه و چون میدونی سیگا نمیتونی فاک کنی با این آدم. اگه امیرای زدم 300 تا ساب داشت من بعید میدونم براش کامنت میذاشتی که من به کارم ادامه میدم و فلان تو هم موفق بشی. بعید میره مثل آرمین شو خیمالی نکنی، درست صاف رو و راست باشید. میدونید چی میگم؟ آقا بچه های نام ویدیو امروز حتما حتما ویدیو لایک کنید، کلی کامنت بذارید، سابسکرایب کنید یادتون نره. این ویدیو اینجا میاد خیلی باحاله، لایک کنید. بای بای.